روزی براهی مرا گذر بود، خوابیده براه جناب خر بود. از خر تو نگو که چون گوهر بود، چون صاحب دانش و هنر بود. گفتم که جناب در چه حالی؟ فرمود که وصل باشد عالی. گفتم که بیا خری رها کن، آدم شو و بعد از این صفا کن. گفتا که برو مرا رها کن، زخم تنخیش را دوا کن. خر صاحب عقل و هوش باشد، دور از عمل وحوش باشد. نه ظلم به دیگری نمودیم، نه اهل ریا و مکر بودیم. راضی چو برزق خویش بودیم، از سفره کس نان نربودیم. دیدی تو خری کشد خری را، یا آنکه برد ز تن سری را؟ دیدی تو خری که کم فروشد، یا بهر فریب خلق کوشد؟ دیدی تو خری که رشوه خوار است، یا بر خر دیگری سوار است؟ دیدی تو خری شکسته پیمان، یا آنکه ز دیگری برد نان؟ دیدی تو خری حریف جوید، یا مرده و زنده باد گوید؟ دیدی تو خری که در زمانه خرهای دیگر پیش روانه؟ یا آنکه خری ز روی تزویر، خرهای دیگر کشد به زنجیر؟ هرگز تو شنیده ای که یک خر با زور و فریب گشت سرور؟ خر دور ز قیل و قال باشد، نارو زدنش محال باشد. خر معدن معرفت و کمال است، غیر از خریت زهر محال است. تزویر و ریا و مکر و حیله، منسوخ شده است در طویله. دیدم سخنش همه متین است، فرمایش او همه یقین است. گفتم که ز آدمی سری تو، هرچند به دید ما خری تو. بنشستم و آرزو نمودم، بر خالق خویش رو نمودم. ای کاش که قانون خریت جاری بشود به آدمیت. ای کاش که قانون خریت جاری بشود به آدمیت.